در نام عیسی مسیح خدمتتون میام. الاتان باغستانی هستم، به برنامه مشارکت خوش آمدید و خیلی خوشحالم که میتونم در خدمتتون باشم به همراه دو مهمان عزیز که تا دقیق بعد عزیزان رو به شما معرفی میکنم. به فیض خدا که هر جای دنیا هستید، مثلا در ایران عزیز، در افغانستان، در کابل، در هر جای هستید، هر جایی که فارسی زبان ها هستن، در آرامش و شادی خدا هستید. توی دنیایی که پر از تلاطم و شلوغی و سر و صدا هستش، امیدوارم که فیض خدا، محبت خدا و آرامش خدا با شما هستش. ما هم خوبیم خدا رو شکر. امروز یک جلسه کلیسایی داشتیم، تموم شد و فکر کردیم که چقدر خوب میشه که الان با هم دیگه در برنامه مشارکت باشیم. به دوستانمون در اینستاگرام خوش آمد میگم، خدا رو شکر کم کم میان دوستان، و همینطور در فیسبوک این برنامه رو شما میتونید مشاهده کنید، همزمان در یوتیوب که دیدم که روز گذشتم خیلی تعداد زیادی در یوتیوب این برنامه رو مشاهده کردم و خوشحالم که شما برنامه مشارکت رو دوست دارید. خب من نمیدونم چقدر میتونم این برنامه مشارکت رو ادامه بدم، به فیض خداوند که خدمات ما مرتب شلوغه و به مراحل مختلفی عبور میکنیم، ولی فعلا از طریق برنامه مشارکت در خدمت شما هستیم و خادمی رو میاریم خدمتتون که شما دوستشون دارید، شاید باشون خاطره دارید و از خدماتشون فیض بردید، بهره بردید و اونها هم شما رو دوست دارن و خیلی ممنونم که به من لبیک میگن وقتی بهشون میگم بیان. اغلب من دعوتشون میکنم بیان، ولی خیلی هم خودشون مایل هستن که باشن در این برنامه. خیلی ممنونم که مورد توجه شما قرار گرفته و به فیض خداوند که این برنامه رو تونستید تا حالا پیگیری بکن، فالوآپ کنید. اگر ندیدید این برنامه رو که فکر کنم بیش از دو ماه ما هر روز برنامه رو داشتیم، گاهی وقتا هم دو تا برنامه داشتیم، در یوتیوب ما هست با آیدی ای باغستانی میتونید تمام این برنامه رو تماشا کنید. مطمئنم که از همه برادران و خواهران که تشریف داشتن برکت میگیرید و در واقع بنا میشید. بله، همونطور که خدمتتون میگم گفتم امروز دو برادر عزیز داریم، خدا رو شکر برای وجودتون. برادر ما ایلیا و برادر ما امانوئل از خادمین گل و جوان کلیسای آرامش شهر مالمو سوئد. خیلی خوشحالیم اینجا هستید. امانوئل جان، ایلیا جان، خوشحالم اگه سلامی هست بفرمایید به عزیزان. سلام کن. با درود خدمت شما برادر ناتان عزیز، خوشحال هستم که امروز بتونم در کنار شما و عزیزان بیننده باشیم و خداوند رو جلال بدیم. همینطور درود میفرستم به عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنید. خیلی خیلی خوشحال هستم که بتونم با شما عزیزان نیز باشم. منم درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، برادر ناتان عزیزم و سایر عزیزانی که در لایو با ما هستید. خدا رو شکر بر وجودتون و یک تشکر ویژه از شما برادر ناتان عزیز به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. خیلی هم خوشحالم. من با بچه‌ها خیلی خاطرات دارم، چند بار به کلیسای مالمو رفتم، لطف کردن، دعوت کردن یا ما اونجا بودیم، تونستیم با هم خاطره ها بسازیم در سمینارهایی که داشتیم، در جلسات کلیسایی. و عیزان مثلا امانوئل و ایلیا خیلی خیلی از افراد فعال هستن، دیگران هم خیلی هستن خدمت میکنن اونجا. الان داشتیم راجع به افراد صحبت میکنیم، دلم برای همشون تنگ شده، ولی خدا رو شکر میکنم برای مدیریت خوب برادر احمد و خرسارا و سایر دوستان که جوانان رو جمع کردن و چقدر همت و در واقع غیرت دارن برای کار خدا، چه برای کلیسای خودشون چه برای ایران عزیز. تا چند وقت پیش ما هر روز می‌دیدیم که اینا پا میشن صبح زود دعا میکنن دست جمعی و خدا شکر واقعا برای وجودشون. و من خیلی برای یک چیز استثنایی که اینجا وجود داره اینه که ایلیا تازگی ها عروسی کرده. حالا عروسی ایلیا رو ما نتونستیم بریم، ماه آپریل بود، منم دعوت بودم گفتم میام، یه دفعه این اپیدمی شد و تمام پرواز ها لغو شد و عزیزان حالا عقد کردم به فیض خداوند که جشن مفصل میگیرم، ما میریم اونجا و باهاشون شادی خواهیم کرد. خیلی خوشحالیم واقعا، تبریک بگیم به برادرم ایلیا، خواهرم فاطمه جان، و واقعا خدا رو شکر بکنیم برای اتفاق زیبا که جوانان در کلیسا ازدواج بکنن، در کلیسا وارد خدمت میشن و خیلی خاطرات درست میکنن. خب عزیزم من پرحرفی نمیخوام بکنم، بیاید چطور خودتون رو کمی معرفی کنید، مثلا کمی مقدمه بگم از بیننده های ما، مخاطب ما بیشتر راجع به شما آشنا بشن. بله، تشکر از شما برادر ناتان عزیز. من امانوئل هستم و حدود 10 سال پیش خداوند این فیض رو به من داد و به من ترحم کرد و محبتش رو در عیسی خداوند به من آشکار کرد
و در یک ملاقات بسیار زیبا و پر از برکت قلم رو به عیسی خداوند دادم و از 10 سال پیش که در واقع در راه صلیب قرار گرفتم تا به این ساعت که اینجا هستم، دوران بسیار پربرکت رو در عیسی خداوند و در حضور رو تجربه کردم و خدا شکر میکنم که امشب این فیض رو خداوند داد که در شهادت کلام زنده خداوند که عیسی خداوند در زندگی من چگونه کار کرد و چگونه عمل کرد با شما عزیزان صحبت بکنم. و خب هیچ وقت فراموش نمیکنم 10 سال پیش زمانی که به سوئد اومدم و چگونه خداوند در واقع من ملاقات کرد مطابق یک رویای بسیار زیبا و هدایت شدم به کلیسا و در واقع اون رویا در کلیسا موعظه شد. رویایی که من از قبل دیده بودم همون رویا موعظه شد در کلیسا، در خصوص شبان نیکو بود و همه چیز برای من آشکار شد و تسلیم اراده خداوند شدم و از اون روز به بعد سعی کردم که در همکاری با خداوند و در کلام خداوند زندگی بکنم و خدا رو شکر برای فیض عیسی که هر بار من افتادم اما اون در کلامش منو بلند کرد و قوت داد و مبارک ساخت که من بتونم امروز نام زیبای او رو بر زبان بیارم. و امروز در کلیسای آرامش و در زیر اختیار برادران عزیز، خواهران عزیز، برادر احمد عزیز و خواهرسرای عزیز در کنار مقدسین مشغول هستیم و در هر قول و فعلی که هست در کلام خداوند مشارکت داریم و خدا رو شکر برای این ساعتایی که در کنار هم بودیم و هستیم و بسیار مبارک بود همونطور که شما هم اعلام کردید. آمین، خدا شکر. منم ایلیا هستم، ایلیا چنانی، از در واقع از جنوب ایران منتقل شدم به جنوب سوئد و عرب زبانم هستم و خدا شکر من سال 2016 قلبم رو به مسیح دادم در کلیسای آرامش و با یک در واقع اتفاق خیلی فوق العاده در زندگی مسیح انجام داد و تونستم از این طریق به مسیح نزدیک بشم، اون رو به عنوان خداوند و منجی خودم بپذیرم و در پی قدم های او باشم و خدا رو شکر میکنم برای این فیضی که به من داد مسیح که در واقع بتونم با فیضش، با محبتش در کلیسای آرامش باشم و فرزندان اون رو در واقع پاهاشون رو بشورم. اوکی، خیلی بسیار خیلی خوشحالم واقعا برای این اتفاق عجیب. شما در یک مجموعه کوچیک، در یک قاب کوچیک دارید 2-3 جور در واقع قبیله ایرانی رو مشاهده میکنید. من اشتباه کردم، ابتدا گفتم خواهر فاطمه، معذرت میخوام خواهر الهه عزیز، به هر حال اینقدر آدم میبینیم در طی روز اشتباه میکنم. ولی ایلیا جان، شما اشاره کردید که به زبان عربی، از زمینه عربی هستید و میدونم که برادر مهمانین هم از زمینه شهریار هستن. یک کوچولو به عربی و شهریاری سلام بکنید مردم ببینم بشنون. ارحب بكم احبائي اللي تسمعونا، تسمعون هذا الفيديو تشوفونا. انا ايليا وخادم الرب في كنيسه ارامش، الليله هنا قاعدين مع القسيس الناتان باغستاني، نريد نتكلم شويه على الكتاب المقدس واطلب منكم انه تتابعونا البرنامج، واذا تعرفون اللغه الفارسيه فتقدرون تتابعونا وتسمعونا. عزيز قرداشرم سلام عرض دارم، چو خوش کلیسیز با شان دو ساعت که بیز رب نوز آدنا ایسای خدا من دانشوری آمین که سیزدر در برده اوسو سیزدر دیشیده سیز او جور که رب نوز بیزه یاده سیزدر یاده استن و ایش اغنه سیزی نیره ایلا ساعتن. احبه شک گزل، شبیه آذری بودش، شک گزل و حبیبی، خدا شک برای این لحجه قشنگ عربی من فقط فهمیدم الاتان باقستانی گفتی ولی شهریاری بیشتر فهمیدم. چقدر قشنگ این لهجه ایرانی، یعنی واقعا ما ایرانی ها باید واقعا به کشور خودمون ببالیم که اینقدر زبان های مختلف، لهجه مختلف هستن. امروز هم که میبینیم تو این 40 سال گذشته خیلی عزیزان از افغانستان اومدن در ایران زندگی میکنن، چقدر کم کم آسمان رو میشه مشاهده کرد که خدا من چگونه از نژادهای مختلف رو به نام مسیح جمع میکنه و اونها نجات پیدا میکنن و با هم دیگه زیر یک سقف جمع میشن. ما هم مرحبا میگیم برادر احمد عزیز که تو برنامه هستن، درود بر شما خواهر سارا. خب عزیزان، ایلیا و امانیل عزیز، اسم بدید که من بگم بچه‌ها دیگه. میدونی یوحنا به ایمانداره کلیسا میگه بچه‌ها، ترجمه جدید میگه کودکان. بچه‌های عزیز، برادر عزیز، واقعا یه مقدار راجع به خدمت خودتون این روزها در دوران کرونا بگید به مردم که با این موضوع آشنا بشن، خیلی خوب میشه.
بله خدا شکر ما از زمانی که در واقع با مسیح آشنا شدیم، خود مسیح اعلام کرد که زمانی تا زمانی که روز هست باید کار کرد، هیچ چیزی نباید دیستوب بشه و متوقف بشه، و از همون روز ما شروع کردیم در کلیسای آرامش در واقع به خدمات های مختلف، چه از طریق برنامه های رادیویی، چه از طریق تعلیمات هفتگی کلیسا و تو خود کلیسا، بشارت و جای دیگه، و مخصوصا این تو این دوران در واقع بحران بیشتر فعالیت ها همه جا دیده میشه، مخصوصا بین ما در واقع قوم فارسی زبان، و همه جا ما امروز میبینیم که چجوری خداوند داره استفاده میکنه، و از جمله ما در کلیسای آرامش هم داریم در رادیو خدمت میکنیم، درست در خانه هستیم ولی خدا شکر برای این اینترنت، برای این تکنولوژی که خداوند اجازه میده از این طریق استفاده بشه و در واقع کلامش به اقصای نقاط جهان برسه. بله واقعا خدا رو شکر میکنیم برای این شرایطی که عیسی خداوند در جبهه ها ظهورش رو بیشتر نشون داد بر من و بر ما، و کلام خدا میگه که عادل به ایمان زیست میکنه در این دوره‌ای که واقعا تاریک بود و خیلی شرایط این اپیدمی واقعا خسته کننده بود. از طریق دنیای مجازی واقعا پیغام انجیل واقعا در قلب ها کار کرد و خدا رو شکر که اجازه داد ما در این قسمت نصیبی داشته باشیم و عزیزان ما، حتی این شهادت من هست که در خانواده ما، در قوم ما لمس شدن و واقعا اون واقعیت و حقیقت کلام زنده عیسی رو در زندگی من و عزیزان دیدن و خدا رو شکر که محبت او رو در این ایام چشیدن. خدا رو شکر میکنم که با اینکه این اپیدمی در خیلی از کشورها هنوز هم ادامه داره، ولی خدا عزیزانی داره که از اونها استفاده میکنه و نام خودش رو جلال میده. واقعا من دو تا یه چیز کوچولو که میتونم راجع به امانوئل و ایلیا بگم اینه که از اون که این عزیزانی میشناسم یک شهادت مشترک دارن. اولی که خیلی جنتلمن هستن، علاوه بر لبخندهای قشنگی دارن، خیلی وقتی خادم خدا میاد کنارش قرار میگیرن، سعی میکنن یاد بگیرن. بارها شده که عزیزان اومدن، البته برادر دیگه هم هستن، جوان دیگه هستن که جاشون خالی امروز، اومدن پیش من گفتم برادر ناتان برای مسح من دعا کن، برای آینده من دعا کن، من خواهم یاد بگیرم، و دیدم که چطور واقعا اشتیاق یاد گرفتن و خدمت کردن است همراه با فروتنی. یعنی چند تا عاملی که شاید در کتاب مقدس خداوند راجب تیموتائوس میگه، یا مثلا ما ببینیم کلام خدا راجب یوشع میگه چیزو چطور زیر دست موسی روش کرد و خادمین دیگه، ولی واقعا من تعجب نکردم و نمی کنم که حتی عزیزان در خدمتشون بزرگتر و بالاتر پیشرفت کنم و در آینده چیزای خیلی بزرگتر ازشون بشنم اگر با همین روح و همین رویه برم. خب عزیزان من خوشحال میشم که اشاره کردم به این مسئله خدمت و اینا، ولی چه قدم‌هایی رو به نظر شما از ابتدا خدمت خودتون برداشتید که مفید بوده که طبق اراده خدا دریافت کنید خدمتی که خدا برای شما داره؟ میخوام یه خود راجع تجربه خودتو به جوانان و دوستان عزیز ما بگید. بله یادم هست اون اوائلی که قلبم به تسلیم عیسی خداوند کردم، در یک جا از کلام خداوند خوندم که خداوند میفرماید که مقدس باشید زیرا که من قدوس هستم، و وقتی این رو از کشیش کلیسامون سوال کردم سال 2011 که من چطور میتونم مقدس باشم، به من آموخ که اولین نکته در مقدس بودن اطاعت از کلام خداوند هست، و در مزامیر ما میخونیم که چگونه مرد جوان میتواند راه خود را بیابد، به نگاه داشتن در کلام خداوند و اطاعت از کلام خداوند و همکاری با در واقع عزیزانی که در خداوند خوانده شدن و زیر دست آنها موندن، و نکته دومی که فروتن شدن تا به موت بر روی صلیب که عیسی خداوند فروتن شد و خودش رو خالی کرد و در واقع صورت غلام رو پذیرفت. این دو نکته رو در واقع در طول این سالها خدا شکر برای عزیزانی که در خداوند برای من وقت گذاشتن و به من آموختن که اطاعت و فروتنی دو نکته بسیار اساسی و اصول پایه ایمان در عیسی خداوند هست، به جهت اینکه در زندگی مقدس خداوند بخوایم حرکت بکنیم. و من همواره سعی کردم به این دو نکته در واقع عمل بکنم و در اطاعت و در فروتنی، هرچند با ضعف‌های بسیار، هرچند با در واقع خطاهای بسیار، اما خدا شکر که فیض او تا به امروز مرا کافی بوده و قوت داده که در این مسیر حرکت کنم. توصیه‌ام واقعا به جوانان این هست که
اگر واقعا میخواین که در زندگیتون برکت بگیرید و در ایثار رشد بکنید، میبایستی به کلام خداوند احترام بگذاریم، اطاعت بکنیم و در همکاری با کلام زنده خداوند و مقدسین او باشیم تا ثمره روح در ما آشکار بشه. آمین. آمین آمین. خدا رو شکر. شکر. منم میخوام اضافه بکنم، مرسی برادر ایمانوئل که اشاره کردی به اطاعت. این بزرگترین اصلی هست که من در زندگیم در واقع از کلام خدا یاد گرفتم و وقتی که میشنویم میبینیم که تماما بر روی اطاعت متمرکز میشه کلام خدا، و در زندگی شخصی خودم صبر هست، اطاعت و در واقع صبر که خیلی به من کمک کرد که در تمامی شرایطی که بد و خوب و بالا و پایین که میشه، چون زندگی در واقع بالا پایین داره، و ولی وقتی که من و یا یک شخصی که به عنوان ایماندار هست بر ایمانش تکیه میکنه و در ایمانش صبر میکنه، نتیجه این صبرش رو به نیکویی و با لذت میچشه، و این چیزی که دارم میچشم و ایمان دارم که در این صبر و در این اطاعتی که در کلام خدا داریم یاد میگیریم، بتونیم بیشتر و بیشتر آن چیزی که خدا برای ما مهیا کرده رو دریافت بکنیم، بچشیم و لذتش رو ببریم. آمین آمین. به سه نکته خیلی حیاتی اشاره کردید که در کلام خدا ما میبینیم که مردان و زنانی که اون رو انجام دادن، خداوند چگونه توسط اونها کارهای بزرگ کرده. البته ما در کتاب عبرانیان باب 11 راجع به ایمان اونها میخونیم که چطور قهرمانان ایمان اومدن با ایمان فتح کردن خیلی جاها رو برای خداوند، ولی وقتی به زندگی‌های عزیزان نگاه میکنیم و جوانان، افرادی که به بلوغ روحانی رسیده بودن، اطاعت، فروتنی و صبر، صبر. اتفاقا من یه پیام راجع به صبر دارم آماده میکنم، به زودی عزیزان خبری میشنوید و میخوام راجع به صبر اتفاقا یک برنامه داشته باشم. واقعا خیلی خیلی حیاتیه، خیلی خیلی مهم هست که انسان فروتن باشه. کلام خدا میگه وقتی ما فروتنیم و خودش ما را در وقت معین سربلند میکنه. وقتی که اطاعت میکنیم، در واقع همونطور که خدا گفته از قوانین کشور اطاعت کن، از رهبران اطاعت کن، از شبانان اطاعت کن، از خود خدا اطاعت کن، خدا ما را سربلند میکنه. و من خوشحالم که از دو جوان امروزی کلیسا میتونن چنین شهادتی بدن که چه عواملی باعث شد که اونها بتونن در خدمتشون پیشرفت کنن. میدونم که برکات بیشتری پیش رویتون هستش. خب بفرمایید که در این بحرانها، در این شرایط خاص، میدونید حالا میدونم تو شهر شما، تو کشور شما یه خود موضوع این اپیدمی که وجود داره الان تقریبا نیستش، کم شده، ولی در داخل کشور خیلی زیاده، در ایران عزیز، در اروپا خیلی زیاده، ما میشنویم، در همین آمریکا حالا دیگه مردم شورش هم کردن، ریختن تو خیابونا و حقشون رو میخوان. واقعا در این روزای سخت توصیه شما به جوونا چیه که چیکار میتونن بکنن به عنوان دو جوان امروزی؟ بله، واقعا به سوال بسیار پر از مفهوم و خیلی در واقع حیاتی هست برای یک جوانی که امروز نو ایمان در عیسی خداوند و این شرایط ها میاد، این بحران ها میاد، واقعا چه باید بکنه؟ کلام خدا میگه عادل به ایمان زیست بکنه. و توصیه من به همه جوانان اینه، چیزی که تجربه کردم اینه که به خداوند اعتماد کنید. اگر او شبان زندگی ماست، اگر او منجی جانهای ماست، اگر او ما رو به خون خودش خریده، او قادره که ما رو از این تنگی ها عبور بده. هیچ وقت فراموش نمیکنم چقدر تنگی ها و سختی ها بود و در سر راهم در مسیری که تو این 10 سال طی کردم و واقعا چندین بار تا به موت رفتم، اما عیسی خداوند من رهانید و در واقع اعتماد من به خداوند در این بره، واقعا دست خداوند رو در زندگیم دیدم، واقعا زیاد شد. و توصیه من به همه جوانان اینه که به خداوند اعتماد بکنید. و کلام خدا میگه خوش و بحال آنانی که ندیده ایمان آوردن و اعتماد کردن. شما اعتماد بکنید به خداوند و در این اعتماد بمانید، چرا که وعده دهنده ما عیسی خداوند امینه. آمین آمین. من یادم رفت یه سوال گپ بکنم. هر چه قدم شما تجربه داشته باشی، ولی باز باید یاد بگیری. چقدر قشنگ گفتیم، واقعا خیلی مهمه که واقعا ما در این راستا
در خداوند وفادار باشیم و اجازه بدیم که خداوند ما رو سربلند کنه. من یاد در واقع یوسف میفتم که چگونه از تمام سختی ها عبور کرد، در برداشت تا چاهش انداختن. میدونم که تجربیات شبیه این هم دارید، شما قبلا به من گفتید، یا مثلا در زندان انداختنش و دیگر غیر و اینا، ولی خداوند رو سربلند کرد، چون صبر کرد، چون تحمل کرد. واقعا خدا رو شکر میکنم برای اینکه در این روزها اگر ما در حضور خدا میمونیم و در آرامی او ساکن میشیم، او کار خودشو به خوبی انجام میده. گاهی وقتا من اینو میگم به کلیسا، میگم خدا میخواد یه کاری بکنه ولی ما نمیذاریم، ما خرابکاری میکنیم. و گاهی وقتا به ایماندارا میگیم ساکت شو، بشی یه جا، یه خود به صبر کن، تحمل کن، مردم میخوان یه کاری بکنه، انگار خدا نمیتونه، خدا نمیدونه. ولی واقعیت اینه که وقتی به خدا ما وقت میدیم، چون ما نمیتونیم کار خدا رو انجام بدیم، به خدا وقت میدیم، خدا هم در وقت معینش در واقع عمل میکنه. و مطمئنم که این اپیدمی تموم میشه، من هر روز دارم میگم این تموم میشه بالاخره. ولی موضوع جاست که اگه ما یه روز بر میگردیم به این روزا نگاه میکنیم، ببینیم که چگونه در صبرمون، در تحملمون، در بودن در حضور خدا تونستیم اراده او را بدونیم، صدای او را بشنویم و خدا در ما عمل کنه. من یه سوال دیگه دارم و اونه که چگونه یه جوان میتونه در پاکی و قدوسیت زندگی بکنه؟ میدونی وقتی ما با جوانان بلا فاصله فکر میکنیم، میگیم بعد اینا پاک زندگی کنن. من خودم سه جوان دارم تو خونم، گرچه دیگه قدوسیت بزرگ و کوچیک نمیشناسه، جوان و سالمند نمیشناسه، ولی من میخوام که واقعا در این روزایی که موضوع قدوسیت یه موضوعی که به صورت جهانی، شما یه تلفن هم که باز میکنیم امکان خیلی چیزای ناپاک دیده بشه، تلویزیون تو خیابون و خیلی مسائل دیگه، واقعا چطوری یه جوان میتونه در قدوسیت و پاکی باقی بمونه؟ مرسی به این سوال. حقیقت این سوال یه چالشه و یه چالش بسیار بزرگی هست، اول برای خودم، بعد من نه فقط برای جوانان این رو میگم، بلکه برای هر کسی که امروز میبینه، میشنوه و ایمان داره به خداوند، که قدوسیت یک چالش بزرگی هست و یک درس بزرگی هست در کلام خدا و چیزی که ذات خدا رو نشون میده. قدوسیت خدا هست، قدوسیت خدا به نوعی هست که هیچ چیزی نمیتونه روی اون تأثیر بذاره، ولی قدوسیت خدا میتونه روی هر چیزی اثر خودش رو بذاره و اون رو پاک بکنه، همونطور که زندگی های ما رو پاک کرد و ما رو مقدس کرد. ما قدوس نیستیم، تنها خدای در واقع واحد قدوس هست و ما مقدس شمرده شدیم با خون مسیح. با خون مسیح ما قوم متعلق به خدا شدیم، کاهنین و در واقع امتی متعلق به خدا، مقدس شدیم. مقدس یعنی جدا شدیم برای خدا، یعنی جدا شدیم که کار خدا رو به پیش ببریم. ولی خیلی چیزها در خصوص قدوسیت هست. نه، من به این فکر کردم که نه فقط قدوسیت در قبال گناه یا در واقع اون نفس یا اون شهوات شخص هست، بلکه قدوسیت در روابطمون، قدوسیت در اون طلبیدن روی خدا و عدالت خدا، قدوسیت در محبت، قدوسیت در عملمون، قدوسیت بین دیگران، چجوری ما با دیگران بدون اینکه در واقع بدون تمنا به یا بدون خواهش نفسانی به چیزی نگاه بکنیم یا فکری بکنیم، در فکر ما باید اون پاکی و اون قدوسیت باشه. کلام خدا اصل بزرگی به ما میگه، که کلام خدا در مزمور 119 آیه 9 میگه که چگونه یک جوان میتونه راه خود را پاک نگه دارد؟ با نگاه داشتن کلام خدا، نه اینکه فقط بلد باشیم، نه اینکه فقط بدونیم خدا چی میگه، بلکه اطاعت بکنیم و عمل بکنیم، بپذیریم بله خداوندم من این رو نمیدونستم، الان میدونم که چجوری پاک بشم، کلام تو رو میشنوم، یاد میگیرم و عمل میکنم. موضوع دیگه در یوحنا فصل 17 و آیه 17 خود مسیح میگه که اینها رو در حقیقت خودت که کلام تو حقیقت هست تقدیس کن. خود مسیح در ما هست و روح القدس که کلام خدا و مسیح. چند روز پیش پنتیکاست گذشت و این وعده خدا هست برای کلیسا، برای ایمانداران، که روح خدا در میان ایمانداران باشه، که اونها رو به اون مقدس بودن، در واقع به اون پروسه مقدس بودن ببره جلو.
ما برادر ناتان عزیز به یوسف در کتاب مقدس اشاره کرد. یوسف با چالش‌های بسیار زیادی در زندگیش روبرو شد، مخصوصا در اون خانه پوتیفار و خانومش، ولی کاری که کرد، خدا را اطاعت کرد و فرار کرد، خدا را اطاعت کرد و گذاشت و کنار و پشت کرد. یه سرودی هست: رویم به صلیب و پشتم به جهان. این چیزی هست که ما امروز بهش نیاز داریم، در واقع این قدوسیت رو در این خصوص. یه مطلب دیگه هم که میخوام تو این قسمت بگم، توی دعای ربانی اولین آیهش میگه که ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. خدا مقدسه، قدوسه، ولی از این جهان نیست. در این جهان کار میکنه، ولی کارهایی که در این جهان هستن رو انجام نمیده. و ما که قوم خدا شدیم، ما رو دعوت میکنه خداوند که در واقع بله در این جهان هستید، قرار کارهای خدا رو پیش ببریم، ولی از این جهان نیستیم. کارهایی که تو این دنیا داره انجام میشه انجام ندیم. گوشی دستتون هست، تبلت دستتون هست، میتونید در کارهای نیک استفاده بکنید. چشمانتون جمال خدا رو ببینه به جای اینکه در واقع فکرتون به جاهای دیگه‌ای بره. و خدا از من و شما میخواد که در این مسیر قدم برداریم و تا به اون پروسه کاملیت برسیم. و خدا رو شکر میکنیم. آمین. آمین آمین آمین. امانوئل جان شما چی فکر میکنید؟ چیزی میخوای اضافه کنید در راستای من سوال بعدی بپرسم؟ عیسی خداوند گفت که شما نور و نمک جهان هستید. مسلماً برای عزیزانی که خوانده شدن در عیسی مسیح زندگی بکنن، همه چیز به خیریته، ولی ما باید متفاوت باشیم با تمامی آنانی که از این جهان هستند و خلاف جریان آب شنا بکنیم، چرا که نام عیسی بر ماست، روح او بر ماست. پس مطابق اون چیزی که عیسی خداوند گفت باید عمل بکنیم و این یکی از سخت‌ترین کارهاست، چرا که بها باید داد بابتش، متفاوت باید بود، حتی در سنین جوانی متفاوت باید بود از سایر جوانها، در رفتارها، در گفتارها، در واقع عکس العمل ها در زندگی که شخص داره، و واقعا مثل یک نور و نمک باشه برای عیسی خداوند که دیگران مسیح رو در مقدسین خداوند ببینن و در واقع از محبتشون، از رفتارشون و از عملکردشون و از ثمراتی که خداوند در زندگی مقدس در این عزیزان آشکار کرده، اونها هم جذب در واقع محبت عیسی خداوند بشن. هر دوی شما به نکات خیلی مهم و حیاتی اشاره کردید. طبیعتاً این فقط برای جوانان نیست، برای من هم هست، برای ما هم هست. فرق نمی‌کنه، ما تو این دنیا زندگی می‌کنیم، ما تو این دنیا زندگی می‌کنیم، ولی دنیا نباید در ما زندگی کنه، ما باید در این دنیا زندگی کنیم. و همونطوری گفتید، اون مثال‌های بارزی که خداوند می‌زنه که ما نور جهانیم، ما نمک این جهانیم، یعنی همه اینا نشانگر اینه که ما باید بر جهان تأثیر بذاریم، نه جهان بر ما تأثیر بذاره. متاسفانه در این عصری که ما زندگی میکنیم، با تمام تکنولوژی که وجود داره، خیلی راحت آشغالایی که طبق کلام خدا نیست و به خورد جامعه و جوانان، خانواده ها داده میشه که اگه حواسمون نباشه میبینیم که جزوی از فرهنگ ما میشه. مثلا نگاه میکنیم، ممکنه یکی از چیزی که در مورد زمان آخر واقعا راجبش خیلی هایلایت میشه و صحبت میشه اینه که کلیسا به جایی برسه که بگه ببین اوکی دیگه، مثلا فیفی و زیزی برن با هم زندگی میکنن، پس منم اگه ازدواج نکردم زندگی کردم چه اشکال داره، چون بقیه هم دارن این کار میکنن. ولی امانوئل خیلی قشنگ گفت ما باید بر خلاف جریان آب بریم جلو، و خیلی تاکید بر این هست که ما باید برای دنیا تاثیر بذاریم، نه دنیا بر ما تاثیر بذاره. من سوال بعدی مینه امانوئل جان که در واقع چه بهایی رو باید پرداخت کنیم؟ شما اشاره کردید به بها، وقتی میگه بها بدیم، امانوئل جان، ایلیا جان، چه بهایی رو لازم بدیم و تو چقدر داد بها بدیم؟ خوشحال میشم راجع به یه مقدار صحبت کنه. بله واقعا شکر برای این سوال خیلی زیبا. بها دادن ما تا زمانی که در جسم بر روی زمین هستیم در واقع ادامه داره و هرگز به انتها نمیرسه، چون که عیسی خداوند تا به لحظه آخر روی صلیب بهای گناهان ما رو داد. و پولس رسول اعلام میکنه که تمامی چیزها رو من فضله میشمارم تا به دست بیارم آن چیزی رو که عیسی به خاطر او مرا به دست آورد. و این پیغام رو داره به تمامی ایمانداران میگه که تا به روزی که ما زنده هستیم و خداوند اجازه داده روی زمین باشیم،
باید برای اون ایمانی که از خداوند دریافت کردیم زیست بکنیم و این ایمان بها داره و بهای اون اطاعت از کلام خداوند هست، راه رفتن در کلام خداوند هست و در واقع برکت دادن تمامی اون کسانی که در واقع با ما اونطور که میبایست رفتار نکردن هست. و کلن وقتی صحبت از بها میشه یاد رنجهای عیسی خداوند میفتیم که چطور بها داد که گناهان ما رو برداشت و ما رو به خون خودش خرید. امروز مایی که در عیسی خداوند هستیم کمتر از اون بها نخواهیم داد، بلکه چه بسا که عیسی خداوند میگه اگر به چوب تر این کار رو کردم بس وای به چوب خوش. و در واقع بها به این صورت خواهد بود که جهان و هر شرایط سنی که هستن مردم در پی لذات خودشون هستن، اما اونانی که در ایمان هستن، چیزی که من تجربه کردم در مزامیر 37 خداوند بارها با من تکلم کرد که به سبب شریران خود را آزاد و خاطر مساز و در واقع در روح روزه و دعا اون قوت رو از خداوند دریافت کردم به جهت اینکه فیض عیسی رو دریافت کنم برای اینکه صلیب او رو در رنج‌های عیسی بردارم. به خاطر همین توصیه من و واقعا تجربه من در این زمینه، من که کهترین هستم در ایمان، برای بها دادن اطاعت، همکاری و روزانه راه رفتن با عیسی خداوند هست و ما باید خودمون رو انکار بکنیم، نفسمون رو انکار بکنیم، شرایطی رو که درش زندگی میکنیم رو به خاطر اون چیزی که عیسی به خاطرش ما رو به دست آورد بدیم تا اون چیزی رو که عیسی خداوند میخواد ما به دست بیاریم. واو، خیلی مهمه. ایلیا جان شما چیزی میخوای اضافه کنید یا چیزی جا مونده؟ بله، من هم از نظر خودم در واقع چیزی که یاد گرفتم از کلام خدا و از در واقع معلمین و خادمین بالا سرم این هست که ما در این قسمت بها دادن و اضافه میکنم بر جملات زیبای بدر ایمانوئل که ما شاید خیلی چیزها رو در این دنیا میبینیم به عنوان یک جوان دوست داری خیلی جاها بری، دوست داری خیلی کارها بری، ولی دوست عزیز، خواهر عزیز و برادر عزیز، من این خودم یاد گرفتم که اینها لذت لحظه‌ای هست، لذتی هست که الان هست، دو دقیقه دیگه نیست، هر چیزی میتونه باشه، ولی خدا ما رو دعوت میکنه که از اونها جدا بشیم. این خودش یک بهاست که ما یه چیزی که میتونیم درش لذت ببریم ازش جدا بشیم، ولی خدا میخواد در اون لذت ببریم، در قدوسیت اون، در حضور اون لذت ببریم و اون خواسته های خودمون، خواسته های دنیایی که بهمون در واقع مثل یک نقل نهباد برامون میاره و ارائه میکنه، جهان ارائه میکنه، ما از اونها دوری بکنیم به هر طریق، شاید به بهترین نحو بیاد این در واقع خواسته های انسان، دنیا و شرارت بیاد بخواد ما رو از این قدوسیت بکشه کنار، بگه بابا یکم این ور و یکم این ور، اشکال نداره، بیا یه ذره در دنیا باش، یه ذره در لذات دنیوی و همه این کارها رو بکن و یه ذره هم برو در حضور خدا و لذت ببر. ولی کلام خدا این رو رد میکنه، یا این ور یا این ور، و این بهاش اینه که ما از این دنیا کلن و از خواسته های این دنیا، اون چیزهایی که لذت هایی که در این دنیا هست دست بکشیم و چشمانمون ما فقط بر مکمل ایمان ما باشه تا بتونیم در حضور اون لذت ببریم. من یه سرودی تو ذهنم الان زمزمه کرد که به فارسی سالها پیش ما تو ایران میخوندیم، میگه انکار نفس میکنم، ترک همه چیز میکنم، که یوسف نازنین که الان پیش خداوند هستن. این سرود زیبا، میدونید برای بها دادن، برای که شبیه مسیح زندگی کنیم، خیلی مهمه که انکار کنیم. یعنی بله گناه لذت داره، چند زیبا گفتم، ولی لذت موقتی است، اما لذتی هست در خداوند که موقتی نیست و ماندنی هستش، لذتی که نه فقط ما رو به گناه نمیکشونه بلکه باعث میشه برکات بیشتری رو دریافت کنیم. من میخوام سوالای بعدی رو ازت بپرسم، ولی میبینم که عزیزان ما خیلی کامنتای قشنگ دارن می‌نویسن، حیفم میاد که نذارم. برادر احمد که خیلی امروز فعالم مثل جوانای 30 ساله و چیزهای خیلی بناکننده می‌نویسن، میگن حضور خداوند نیکوست. برادر احمد دوستتون داریم، خدا شکر برای وجودتون، میگن شکر شکر خداوند را به خاطر وجود کسانی که حاضر هستن بهای نجات خود را پرداخت کنن. فیروزه عزیز
میگویند که ای سرسپردگان خداوند او را بسرایید، نام قدوس او را بسرایید، آمین. مزمور 30. خدا شکر برای عزیزانی که حضور دارید، در اینستاگرام هم خیلی دارن اینجا چیزی می نویسن، الان می خونم. دوباره برادر احمد گفتن شکر شکر خداوند را به خاطر وجود کسانی که حاضرن بهای نجات خود را بپردازن. اینا رو خوندم. اوکی بریم بالاتر. من امروز با لپتاپ هستم. بله خواهر شامیران میگوین که درود عزیزان، خداوند به همه فرزندانش برکت و سلامتی بدهد. این کامنت رو میخواستم بخونیم، حتما اینجا بخونم بزرگتر. حقیقت رو بشناسید و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. و ای جان میگوین شکر برای وجود تمام خادمینی که کلام خداوند رو بشارت میدن تا خبر خوش انجیل خدا به گوش همه برسد. برکت خداوند زنده بر شما عزیزان، با برادر ایلیا، برادر امانوئل و کژلاتان و رو آره و رو گفتن میگم و رو من اضافه کردم. بعد بازم عزیزان مطالب دیگه می نویسن، سعی میکنم از هر عزیزی یه نفر یه دونه بذارم. خدا شکر برای وجود تمام کامنت هایی که حتما میتونید ببینید اینجا در اینستاگرام. دوستان خدا شکر میکنن. با یوحنا میگن درود شالوم خداوند بر شما خواهر برادران ایمان دارم، فیض برکت خداوند همواره بر شما عزیزان باد. خدا شکر برای وجودتون. من خوشحال میشم نظرات شما رو بدونم، اگرچه اینستاگرام آخرش همه چی پاک میشه، ولی تا جایی که میتونم نگاه میکنم به خاطر که کامنت شما خیلی کمک میکنه. من توصیه میکنم در اینستاگرام در دایرکت برای من چیزی بنویسید که اینا میمونه، اینجا پاک میشه ولی بقیه میمونه. خب مطالب دیگه هم هست، ولی میخوام از وجود خادمین خدا جوانان بهره ببریم که با ما هستن. و سوال بعدی من اینه، من یه سوال جالب دیگه هم دارم، ولی سوال بعدی من اینه که ایلیا و امانوئل جان برای آینده چه رویایی دارید؟ خیلی خوب میشه که راجع به رویاتون صحبت کنید. کلام خدا میگه جایی که رویا نباشه قوم سرکش میشه، گردنکش میشه. من میخوام بدونم که شما که دارید خدا رو خدمت میکنید، راجع به قدوسیت هم اینقدر زیبا در واقع و خلاصه البته مطالب جالبی گفتید، برای آینده چه رویایی دارید؟ فکر میکنید آینده چه اتفاقی میفته برای شما؟ خدا رو شکر برای این خداوند که در واقع ما رو دعوت میکنه به این نور، به این حقیقت، به این فیضش، و همین جوری ما رو در واقع نمیذاره، بلکه میخواد که ما با هدف، با رویا، با هویت جدید قدم برداریم، با اینکه دنیا همچین چیزی درش پیدا نمیشه که نه فقط بیاد بهت یک محبت ابدی و یک حیات ابدی بده، بلکه نقشه‌ای که براش مهیا شده برای هر کس از ما خدا بهش نشون بده و در اون نقشه حرکت بکنه. رویایی که در واقع در قلبم هست و خدا در این چند وقت طولانی در واقع کوتاه میگم بهم نشون داده، این که اول رویایی که در کلیسای آرامش هست اون رو دنبال بکنم. رویایی که خداوند داده به کلیسای آرامش رویای بسیار بزرگی هست، الان اگه بخوام بگم خیلی وقت میبره، ولی اینکه در یک آیه هست اینکه بروید و به تمامی جهان در واقع کلام خوش انجیل رو بشارت بدهید، و قسمت دومش این هست که در آینده خداوند منو در واقع داره آماده میکنه، تجهیز میکنه که بتونم افرادی برای نسل‌های جدید در واقع تربیت و تعلیم بدم برای جلال خدا. این چیزی هست که در واقع خدا در قلبم گذاشته و ایمان دارم که خداوند با دعاهای شما و با حمایت‌های شما و حضور خداوند بتونیم به این مسیر ادامه بدیم و برسیم. بله بسیار زیبا و علی عزیز، و خدا شکر برای خدایی که هم در بیداری و هم در خواب اراده خودش رو برامون مکشوف میکنه، و بسیار عالی. هیچ وقت فراموش نمیکنم زمانی که هنوز در ایمان نبودم، رویایی که از عیسی خداوند داشتم. اصلا موقع نمیدونستم این شخص عیسی خداونده. خواب دیدم یک شبانی در واقع من رو صدا کرد و به من گفت از عقب من بیا، و در عقبش تقریبا 13-14 نفر بودم که از عقب این شخص حرکت میکردم، و یک چوب دستی در دست این شخص بود که به سمت من گرفت و به من گفت که
از عقب من بیا. من اینو درک نکردم و در واقع این شخص یک شبان بود و بسیار بسیار گله بزرگی هم در عقب خودش و اون اشخاص حرکت میکرد. که زمانی که به کلیسا اومدم، دعوت شدم به کلیسا، به صورت اتفاقی قلبم لمس شده بود که به عیسی ایمان بیارم و یک روز وارد کلیسا شدم و دیدم اون عزیزی که در واقع داشت کلام خداوند رو وعظ میکرد، در انجیل یوحنا فصل 10 شبان نیکو رو داشت وعظ میکرد، که در واقع اونجا بود که من متوجه شدم که این شخص عیسی خداوند بود که به من گفت که از عقب من بیا. تصمیم گرفتم در فیض عیسی، در قوت روحش، در عقب عیسی خداوند حرکت بکنم و در واقع این فیض رو عیسی خداوند به من داد که بروید و تمامی امت‌ها رو شاگرد بسازید، به نام پدر، پسر و روح القدس آنها را تعمید دهید و تعلیم بدهید تمامی اون چیزهایی که من به شما تعلیم میدم. و اون چیزی رو که من از عیسی خداوند تعلیم گرفتم، اطاعت، فروتنی، صبر و حلم و تمامی اون ثمرات روح بوده که در واقع در آینده طرح و نقشه خداوند این خواهد بود که تمامی اون چیزهایی رو که در طول این ایام از خداوند دریافت کردم و تعلیم گرفتم انتقال بدم به نسل بعدی و اون عزیزانم در خداوند بیستن. و در اشعیا 61 خداوند روزی من رو هدایت کرد که روح خداوند یهوه بر من است و مرا مس کرده است که اسیران را آزاد سازم و ندای آزادی به محبوسان اعلام نمایم و در واقع به ایشان ببخشم تاجی به عوض خاکستر. و در واقع این فیض رو خداوند بخشیده در حیات خودش در زندگی من که در آینده اگر در اطاعت، در فروتنی، در ایمان و در ایستادگی بمانی و در اندک ها امین باشی، تو را در این قسمت قرار خواهم داد. و واقعا تشکر میکنم از خادمین، از عزیزان که در طول این 10 سال برای این موارد برای من بسیار در دعا بودن و الان هم هستن، که واقعا سبب دعای این عزیزان بوده که خداوند قوتش و فیضش رو داده که بتونم هر بار که میافتم دوباره در او بلند شم و یک تجربه تازه از عیسی خداوند دریافت کنم. شکر برای این خداوند زنده. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای اینکه جوانانی هستن در این دنیایی که اینقدر پر تاریکی هست، مثل ایلیا و امانی جان، که این گونه رویا دارن از خداوند. و واقعا احتیاج داریم به چنین جوانانی، چه در کلیسامون چه در جامعهمون، که واقعا امید داشته باشن. این روزایی که تو کشور عزیز ما جوانان شاید لبخند بهشون فراموش شده، یعنی رو لباشون دیگه گم شده، شاید جوانان امیدی ندارن، فکر میکنن اگه برن خارج از کشور همه چی خوب بشه، شاید اگه رژیم عوض بشه همه چی خوب بشه، که بعضی از اینا تاثیر داره مطمئنا. ولی چه مهمه که ما از خدا رویا داشته باشیم، چون رویا یکی از چیزاییه که ما رو کمک میکنه که در زندگی اون شادابی، آرامش و خوشی رو داشته باشیم و مثلا بدونیم کجا میریم، هدف ما چی هستش. مطمئنا ما مال این زمین نیستیم، مال این دنیا نیستیم، چنان که بارها گفته شده از کلام خدا و خود بندم گفتم، ما از آن آسمان هستیم، شهروند آسمان هستیم. ولی الان که اینجا هستیم میخوایم بدون هدف نریم جلو. و میدونم که در میان ما پدر مادرهایی هستن یا جوانانی هستن که واقعا برای این موضوع نگران یا فکر میکنن، باشه که واقعا نمونه بگیریم از این گونه جوانان و این گونه افراد که این گونه آرزو فقط ندارن بلکه رویا دارن، که خیلی زیباست. من نمیخوام این برنامه تموم بشه و از اون لهجه قشنگی که شما عزیزان دارید در واقع ما بهره نبریم. من میخوام ایلیا اول عربی، چون ایلیا چند شنبه ها ایلیا جان موعظه میکنی به عربی؟ شنبه ها جلسه عربی دارید. حالا یه کوچولو هم بعدا راجع به این جلسه بگی که عزیزان شرکت کنن اگر به زبان عربی راحت ترن کلام خدا رو بشنون. ولی میخوام به عربی پیام بدید، بعد میریم به امانی جان، میخوام به زبان شهریاری ازش یه چیزی بشنویم. آمین. احبائي احنا اليوم هنا داعينكم لحتى تعرفون ربنا المخلص يسوع المسيح الذي غير حياتي، غير حياة كل شخص الذي قاعد تشوفونه في هاي البرنامج. ويسوع المسيح اللي هو الطريق، الحياة والحق، الذي يقول في يوحنا 14 انه انا الذي اقدر اوصلكم لخالقكم واللي تقدرون تحصلون معاه علاقة شخصية وحميمة. بدون يسوع المسيح ماكو خلاص، بدون يسوع المسيح ماكو حياة أبدية، بدون يسوع المسيح أي عمل في الأرض فهو باطل. لكن مع المسيح، مع دم يسوع المسيح الذي مات من أجلي ومات من أجلكم على الصليب،
اليوم يدعوكم أنه تطلبون من الرب يسوع المسيح يدخل في قلوبكم. اليوم هو يدق الباب على قلب كل شخص واحد منكم ويقول افتحوا لي لحتى أدخل في قلوبكم. لا أغير كل شيء، أغير الديكور، أغير الألوان، أغير الأفكار، أغير كل حياتك. وأهم شيء أنه يعطيك روحه القدوس الذي أنت اليوم محتاجة من أي شيء في هذا العالم. وأشكر الرب وأصلي باسم يسوع المسيح أن الرب يلمس قلبك في كل لحظة وفي كل مكان في قلبك اليوم أنت محتاجها. آمين. آمين. عزيزم شلرم. ایوان جان متعقل نمی کنم. چیزی فهمیدی از این عربی؟ من که نفهمیدم زیاد. بعد ایدیا مکاشفه 3:20 رو گفت که این تو قلب من هم بود بگم اتفاقا خدا شد بر با قدس که این محور ایستاده و میکوبم. این چون عوض اشاره کرد در قلبابی همچی چیزی شنیدم، یعنی خدا شد بر با قدس که روح خدا برام باز کرد که در خصوص مکاشفه 3:20 داره صحبت میکنه و یوحنا 14:6 که میگه من راه و راستی حیات هستم. فکر میکنم روح خدا من اینطور کرد، حالا نمیدونم خودش شهادت بده. خدا شکر. اتفاقا این سوال دارم از ایلیا، این لهجه که شما صحبت کردی لهجه که همه عربا صحبت میکنن یا فقط مختص منطقه که شما زندگی میکردید هستش؟ این لهجه که من دارم لهجه خلیجی هست، یعنی اهوازی، عراقی و بیشتر کویتی هست، ولی سوری لبنانی منو میفهمن، مغربی ها منو میفهمن، کل همه لغات منو میفهمن، فقط من نمیتونم مثلا اون مغربی رو صحبت بکنم یا سعودی رو صحبت کنم، ولی اونا منو میفهمن قشنگ، کامل منو متوجه میشن. واقعا زبان شیرینیه. من که برام عربی تشخیص نمیدم، سوادشو ندارم، ولی یکی از چیزی که خیلی لذتی برام اینه که به زبان عربی سرودهای خیلی قشنگی خونده شده. واقعا خدا شکر برای مردم ما، باز دوباره میگم کشور ما، که ما عرب داریم، بلوچ داریم، گیلکی داریم، آذری داریم، همه جور نژاد زبان ها داریم، هممون هم ایرانی هستیم و هممون هم فارسی رو دوست داریم و کشورمون دوست داریم. واقعا خدا شکر برای وجود شما که خداوند شما رو انتخاب کرده به عنوان نسل جوان که نه فقط به فارسی میتونید موعظه کنید، تعلیم بدید، بلکه به زبان عربی هم به قول برای مسلط دیده میتونه خدا از شما استفاده کنه. خب ایمان جان، شما به در واقع زبان قشنگ شهریاری آذری، همون شهریاری درسته؟ نزدیک به آذری. بله نزدیکه، ولی آذری ها میفهمن درسته؟ کاملا 100% متوجه میشن. من تو آذری دارم میبینیسن یاشاسون. یه چیزی کوچولو بگید به زبان شهریاری. بله عزیزم شهریدر، آخشامز خیر آرسون چوخ با اخشام سویدی که سیزه عزیزان هم دانشتید. من فقط بود سوزر این داده که سیزه دهیم که بیرگون من بو دنیاده ایتمیشتیم. بیمیردم هاره گدرم، بیمیردم یولم هار داده. اما بیرگون بیر سست شدیم که منه داده منم ایغمدن گل گینم. منه چاقرده. و اسرم بو سوزر سن عزیزه دهیم که بیرگون اوزاد که سنی نیازیم بار بو زندگده، بو یاشامقده او ایساده. و او دهیر که بگیون سنه قپاقون اقنده دورمیشم و چالرم. اگر قپنا آشتن سنه قناق لیجیم و سنه نم دانشجیم و سنه سوز بریجیم که او یول که من سنه گرسدرم او یول ایشفه و او یول سنه سالخته. سیزه دعوت دیرم بو سوزه اینانده هل اوسو اینانن مسیحه او که گلده بیزه ایلده بیزه دیرلده او قادرده که سیزه در چوغرده سیزه در ایشفه یولده. من فکر کنم به زبان شهری گفتی شما رو دعوت بکنم به مسیح ایمان، یه هم چیزی نه؟ درست فهمیدم؟ خدا شکر بر القدس، صاحب زبان ها روی خداست. شهریاری هم دارم یاد بگیرم دیگه، خدا شکر. من یه سوال دیگه دارم، ولی میخوام دعا بکنیم با هم دیگه تا برنامه ما تمام نشده. و اونی که اگه چیزی باقی مونده، پیامی دارید بخواید به عزیزان بگی که لابلای صحبت ها گفته نشده، حتما عنوان بکنید و اینه دعا میتونید بکنید برای دوستانی که تشریف دارن. بله در خصوص جوانان صحبت شد و امیدوارم که اگر جوانان دارن صدای ما رو میشنوند به عیسی خداوند اعتماد بکنید. و کلام خدا میگه که به سبب شریران خود را آزرده خاطر مساز، در خداوند تمتع ببر
و آرزوی دلت را به تو خواهد داد و عدالت تو را همچون روز آشکار خواهد کرد. به ایسای خداوند اعتماد بکنید و در واقع در طریقهای او حرکت بکنید و این را بدونید که شما با صبر و با ایمان میتونید وعده خدا را دریافت کنید. خدای ما زودپز نیست، خدای ما آرام پزه و همه چیز تحت هدایت روح او. و یک صحبت ویژه دیگه دارم برای شما بردلاتان عزیز. خدا شکر برای شما و خدمتتون و شبانان عزیز کلیسای آرامش و حتی اون عزیزانی که پیش از این عزیزان من و ما رو در واقع تعلیم دادن. خدا رو شکر برای وجود یکایی که شما عزیزان که برای ما وقت گذاشتید و در طول این سالها خدا ترسی رو به ما تعلیم دادید و کلام خداوند رو به ما تعلیم دادید. واقعا ما شکرگزار هستیم برای وجود شما عزیزان. آینده ی کلیسای ایران همین جوانان هستن و اگر مردان و زنانی مثل شما در ایمان نبودن، خدا میدونست که سر ایران چی میومد. ولی خدا رو شکر که خداوند شما رو برگزید که کلامش رو به ما تعلیم بدید، که در واقع این در واقع ثمره‌ای که شما در زندگیتون آوردین ما امروز شاهدش باشیم و ما هم تشویق بشیم و ما هم بنا بشیم از حضور شما، از مشارکت با شما و در اتحاد با شما در بدن عیسی خداوند، که بتونیم در واقع در راه صلیب با هم دیگه حرکت بکنیم و آینده ایران رو در واقع اونطوری که اراده خداوند و نقشه خداوند هست یک بار دیگه از نو بسازیم. واقعا شکر برای همه شما عزیزان، وجود شبانان عزیز، تمامی رهبران عزیز که در طول این سال‌ها نه تنها من و ما بلکه تمامی جوانانی که در کلیسا اومدن باورشون کردید، اونها رو پذیرفتید، به اونها اعتماد کردید و در واقع اونها رو تعلیم دادید و از من که پای من رو شستید تا به بقیه یک خدا قوت به شما میگیم و واقعا دوستتون داریم و خدا رو شکر میکنیم برای وجود یکایتون و دعا میکنیم که واقعا روغن مس از سر شما کم نشه و آمین که در قدوسیت خداوند و همینطور در نور عیسی بدرخشید. آمین. عزیزم محبت داری، من این کار نکردم ولی واقعا جا داره که برد احمد و خرسارا و تمام دوستانی که در این سالها کنار شما بودن و خدمت کردن واقعا تبریک گفت که اینقدر زیبا کار بزرگ کرد. ایلیا جان شما بفهمید که میخوام دعا کنیم، چون عزیزانم خیلی میگم برای جوانان دعا کنیم، حتما هم میخوام اتفاق بیفته. آمین. مرسی. من فقط یه کوتاه بگم برای عزیزانی که در واقع شاید تو این شرایط هستید یا بودید، یا کلام خدا در واقع به طور واضح به ما میگه هر شخصی باید از یک پروسه زندگی عبور بکنه، بالا پایین داره زندگی، ولی خدای ما خدای نیکویی ها هست. خدای ما داره آینده من و شما رو میبینه. اگر من و شما داریم این لحظه ای که شاید توش افتادی، در شکست هستی، در واقع ناپاکی هستی، گناه هستی، خدای ما خدای امین و عادل و وفاداری هست که میتونه تو را از هر ناراستی پاک بکنه. میخوام اینو بهت بگم که فرق من و شما در این هست که روح خدا در من و شما هست. یک امتیاز بسیار بزرگی و در یک هدیه بزرگی از خدا در زندگی ما هست که ما رو در واقع ممایز میکنه با جهان و خدا میدونه که میتونی از این جات بلند بشی. خدا میدونه میتونی در واقع از این ناپاکی بلند بشی و اگر به خدا اعلام بکنیم، خدا میتونه از این شرایطی که درش هستی استفاده بکنه برای خیریت خودش، برای جلال خودش، برای تبدیل شما، برای اینکه تجربیات خدا و حضور خدا رو بچشی. ولی چالشی که در این دنیا هست این نیست که در واقع برو فلان کارها رو به بزرگترین شکل انجام بده، برو دزدی بکن، برو بزرگترین دیسکو، برو بزرگترین مشروب، اینها نیست. بزرگترین چالشی که خدا برای من و شما داره که مقدس باشیم، که مقدس زندگی بکنیم. این بزرگترین چالشیه که اگر کسی این رو به در واقع واردش بشه، پروسه این مقدس بودن رو واردش بشه و طبق اون زندگی بکنه، زندگیت مبارک خواهد شد، زندگیت پر از حضور خدا خواهد شد. چون هر جایی که کلام خدا رو ما در عهد قدیم در عهد جدید میخونیم، چجوری حتی در عهد عتیق، چجوری حتی ظروف و وسائل چجوری با طرز خاصی استفاده میشد، به کار گرفته میشد. امروز من و شما مقدس هستیم در قوم خدا و خدا میخواد از من و شما به طور خاصی استفاده بکنه. قرار هست با دنیای شرارت بجنگی توسط مقدس بودنت. قرار هست با نفست بجنگی با مقدس بودنت. قرار هست با دنیا و در واقع دنیای تاریکی بجنگی با مقدس بودنت. در یوحنا فصل 16 میخونیم که
جهان ملزم میشه. از چه طریقی جهان ملزم میشه؟ وقتی که من مقدس زندگی میکنم، جهان خطای خودش رو میبینه. ما نیازی نیست بگیم که تو گناهکاری، ما فقط این که بگیم که من اون ببینه که من چجوری در حضور خدا در پاکی و در مقدس بودن دارم زندگی میکنم، اون خودش ملزم میشه. و این دعوت خدا از من و شما هست که به این طریق وارد بشیم و خدا رو جلال بدیم و آمین. واو واو، من همینجا در حضور برده احمد و خارسارا از شما دعوت میکنم در کلیسای اینترنتی سفیران مسیح در اندازه زود بیاید موعظه کنید. چقدر زیبا خداوند از کلام شما استفاده. چند لحظه با هم دعا بکنیم در این ساعت قشنگ که با جوانانمون هستیم، خادمین جوان. میبینم خادمین جوان دیگه هم در بین ما هستن. واقعا برای جوانان دعا بکنیم، بگیم خداوند واقعا میخوایم در این روزا پسران دختران ما را ملاقات بکنی. خداوند عزیز، میدونم که خیلی چیزا در این دنیا وجود داشته و داره که این جوانان رو میرنجونه، دلشون شکونده و شاید هم تلاش بکنه اونها رو از تو دور کنه این خداوند. ولی خداوند شاید قشنگه وقتی میبینیم در تمام این خبرهای منفی، اتفاقات و این تجربیات منفی، ما آدمای مثل ایلیا و امانوئل رو داریم که این گونه تو رو دوست دارن. تمام یک ساعت که با هم بودیم فقط راجع به کار تو و کلام تو سخن گفتن ای خداوند، در حالی که خیلی از جوانان هستن که الان در اماکنی زندگی میکنن و حضور دارن که اصلا مناسب نیستش. واقعا تو شکر میکنم برای وجودشون و من دعا میکنم خداوند برای هر مادر، هر پدری که الان داره گریه میکنه و دعا میکنه که بچهشو ملاقات کنی. شاید بچهشون در خلافی زندگی میکنه، در یه محیط اشتباهی زندگی میکنه، یا هنوز نجات پیدا نکرده ای خداوند، یا شاید اگر نجات پیدا کرده هنوز آتش روح القدس درش نیست ای خداوند. دعا میکنیم بر ایرانیان، بر فارسی زبانان، مخصوصا بر جوانان رحم کنی ای خداوند عزیز، بر دختران فراری، بر پسران فراری، بر دختران پسرانی که شاید در خیابانهای ایران ناامید هستند، در خانه ها ناامید هستند، عزیزانی که شاید در ترکیه و کشورهای دیگه خداوند منتظرن تا درها براشون باز بشه ای خداوند عزیز، شاید به خاطر شرایط زندگی ناپاکی رو دارن ای خداوند انتخاب کردن. به نام مسیح زنده دعا میکنیم ایشان رو در خواب و بیداری ملاقات کنی، ایشان رو لمس کنه ای خداوند، حتی که در میان ما هستن ای خداوند ایشان رو لمس کن. دعا میکنیم لمسشون کنی ای خداوند، چون این از اراده تو برای جوانان ما، برای آینده ایران ای خداوند. بذار که در این دوران سخت و تاریک ای خداوند از میان ایشان خداوند سموئیل ها بیرون بیاد ای خداوند عزیز، استر ها بیرون بیاد ای خداوند عزیز، که ایران احتیاج داره، که افغانستان احتیاج داره ای خداوند. متشکریم برای این ساعت قشنگ که با خادمین دعا میکنیم ای خداوند. من خواهش میکنم برده ایلیا و برده ایمانی هم در دعا ما رو هدایت بکنیم. با دعای شما ادامه بدیم. بله خداوند، شکرگزار هستیم برای این ساعتی که حضور تو ای خداوند ما رو در بر گرفته و شکر میکنیم برای اون خداوند کلام زنده و اون روح حیات بخش تو ای خداوند که در میان ما داره حرکت میکنه. به نام عیسی خداوند، خداوند سلامتی و نجات و ایمان و زندگی در ایمان رو خداوند بر تمامی عزیزانی که در این ساعت با ما همراه هستن، مخصوصا ای خداوند جوانانی که تو از کودکی آنها را خواندی ای خداوند و روح خودت رو بر آنها دمیدی، به حضور تو بلند میکنیم به نام عیسی مسیح و دعا میکنیم که خداوند یک یک این عزیزان رو ملاقات بکنی به نام عیسی خداوند و این عزیزان رو ای خداوند پر بسازی از ثمرات روحت ای خداوند تا نور و نمک باشن در زمین به نام عیسی مسیح. امروز دعا میکنیم ای خداوند جوانانی که افتادن بلند کنی ای خداوند. کلام تو میگه مرد عادل، زن عادل اگر هفت مرتبه بیفته خداوند قادر که او رو بلند بکنه. دعا میکنم خداوند اون عزیزی که الان داره صدای ما رو میشنوه، اون جوانی که روحش شکسته است، قلبش شکسته است، به هر دلیلی ای خداوند تو او رو ملاقات کن و تو او رو بلند کن، چنان که منو بلند کردی ای خداوند، او رو از این تنگی ها برهان به نام عیسی مسیح خداوند. و دعا میکنم ای خداوند که آواز شیرین تو تسلی بخش جان این عزیزان باشه و در این ساعت ای خداوند روح تو در اونها دمیده بشه به نام عیسی مسیح و برخیزن ای خداوند و هر کدوم مردان و زنان تو باشن به نام عیسی مسیح که در حصار کلیسا بیستن ای خداوند و نور و نمک باشن به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. 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 شکر. بله خداوند، به نام عیسی مسیح تو رو شکر میکنیم در این لحظه ای خداوند، دعا میکنیم ای خداوند و تو رو جلال میدهیم ای خدای قدوس. ای پدر، دعا میکنم برای پدر و مادری که
دارین این برنامه رو میبینن. اگر دل پسرت، دل دخترت رو شکندی و الان فراری هست، الان از شماها دور هست، دعا میکنم به نام مسیح روح خدا بر شما بیاد و باهاشون تماس بگیرید، اونها رو دعوت بکنید و اونها رو بپذیرید به زندگیتون، بذارید برگردن به زندگیشون، بذارید برگردن جوانیشون رو شما هدایت بکنید، در حضور خدا هدایت بکنید. اجازه بدید که هیچ اشکالی نداره اگه به پسرت یا دخترت بگی که ببخش، هیچ اشکالی نداره اگه به پسرت یا دخترت بگی من با تو بد کردم به خاطر خودم، خداوندم دعا میکنم به نام مسیح روح تو بیاد. ای خداوند دعا میکنم که دلهای شکسته جوانان که الان چندین نفر هستن، ای خداوند که فراری هستن، دور شدن به خاطر بدرفتاری پدر و مادرشون، دعا میکنم روح خدا در این عزیزان جاری بشه و اونها هدایت بشن در نام عیسی مسیح. خداوندم تو خدایی هستی که دل پسر رو به پدر چسبوندی، تو در صلیب جلجتا این کار رو کردی و شکرت میکنم در نام عیسی مسیح، آمین و آمین. آمین آمین. بله، کلام خدا وعده داده که در زمان آخر قلب پسران و پدران برمیگرده، قلب پدران و پسران برمیگردنه و ایمان داریم که در این روزها خداوند از این شرایط استفاده خواهد کرد و بسیاری از جوانان ما رو ملاقات خواهد کرد، چنان که در یوئیل گفته که در زمان آخر روح خودم رو بر جوانان می‌ریزم و من ایمان دارم که خدا جوانان رو فراموش نکرده. من میخوام اون آیه رو که در واقع بارها، آیه طلایی رو که بارها شنیدیم و گفتیم هیچ کس جوانی شما رو حقیر نشمارد و خدمتتون بدم. من افتخار داشتم در این دو هفته گذشته برای دو سه کلیسای ایرانی در سراسر دنیا برای جوانان صحبت کردم و همین دل برای من هست که خداوند واقعا شما رو فراموش نکرده، شما رو دوست داره و خدا رو شکر برای اینکه ثمرش هم داریم میبینیم. من تشکر میکنم از ایلیا و امانوئل عزیز که وقتتون دادید با ما باشید. میخوام از تو خواهش کنم، من نمیدونم این برنامه رو ادامه میدم یا نمیدم تو این دو هفته دیگه، ولی حتما در فرصت‌های بعدی، حالا چه جدا جدا چه با هم دیگه، من شما تا رو بیشتر با هم میشناسم، جدا جدا یا با هم دیگه، حتما وقتی بذاریم بازم با هم دیگه مشارکت داشته باشیم. آمین، افتخاری هست برای ما. شکر میشید شما برادران عزیز و خدا شکر که واقعا در روح القدس میدرخشید. اما در خصوص برادر ایلیا اینکه کلام خدا میگه دو از یک بهتره و شهادت دو نفر واقعا بنا کننده است. در صورت دعا میکنیم که هرچی که اراده خداونده بشه و واقعا خدا شکر برای روحی که خداوند در میان ما قرار داده. واقعا قلب ما اطاعت هست، قلب ما مشارکت هست، قلب ما اینه که واقعا در یک بدن بیستیم. آمین. در آمین تشکر میکنم از تمام شما عزیزان که در فیسبوک و یوتیوب تشریف دارید، اینستاگرامی ها رفتن. دعا میکنم که فردا یک شنبه، یعنی یک شنبه فردا که شنبه است، یک شنبه جلسه پر از قوت و پر از شادی داشته باشید در آرامش خداوند و مرسی که وقت گرانبهاتون دادید و در برنامه خوب مشارکت با ما بودید. تا دوشنبه که برمیگردم با یک عزیز دیگه که شما خیلی دوستش دارید مشارکت خواهم داشت، شما رو به دسته خدا میسپارم. خدا برکت بده. مرسی، خدا نگهدار.